سلام، به کلاس نقاشی مادر خوش آمدید. در کلاس گذشته احساس خود را پس از تماشای آثار هنری همکلاسی خود بیان کردید و سپس آن را به عنوان هدیه به یک دیگر دادید. وقتی کسی با دقت به آثار هنری من نگاه می کند و با داستانهای من توجه می کند واقعا احساس خوبی دارد. فقط اینکه بتوانم صادقانه داستانم را برای کسی تعریف کنم و اینکه شخص دیگری با دقت به داستان من گوش می دهد به نظر می رسد که قلب ما را بهبود می بخشد. امیدوارم این تجربه را در این کلاس داشته باشید. اکنون می‌خواهم در مورد فعالیت امروز صحبت کنم. ابتدا کتابی را که دفعه قبل ساختید و تصاویر آثار هنری خود را آماده کنید. شما تا صفحه شماره 3 را تمام کرده اید. معنی فعلی درسته؟ امروز بقیه آثارتان را پیوست خواهید کرد. باید نامه ای را که خودتان نوشته اید در شماره 4، تصاویر نقاشی را که در قابی به شخص دیگر می دهید شماره 5 و هدیه ای که از همکلاسیتان دریافت کرده اید را در شماره 4 پیوست کنید. مانند دفعه قبل می خواهید آنها را به هم متصل کنید و از چسب نواره های دو طرفه استفاده کنید. از آنجا که شماره 6 و 7 آخرین صفحه هستند که صفحه جلد کتاب را تشکیل می دهند، از کاغذهای سقیم استفاده کنید. وقتی ساخت کتاب را تمام کردید، اکنون نوبت به پشت جلد کتاب صفحه شماره 7 است. شماره 7 مانند صفحه اولی است که دفعه قبل ساخته اید. به این ترتیب می توانید چیزی را بکشید که به جلد جلوی کتابتان متصل می شود، اما لازم نیست یک نقاشی متصل بکشید. می توانید فقط چیزی را بکشید که شبیه به نظر می رسد و به جلد اول کتابتان می آید. یا می توانید چیزی بسیار ساده تر از جلد اول بکشید و یک مقدمه کوتاه درباره کتاب بنویسید. حالا ویدیو را متوقف کنید و جلد پشتی را تمام کنید. تمام شد. این کتاب شما را کامل می کند. من می خواهم عنوان کلاس امروز را بگذارم: کرامت من در کتاب گنجانده شده. در همان کلاس اول از کرامت صحبت کردم. این دروس را با این امید آماده کردم که همگی متوجه شوید و تجربه کنید که موجودی با وقار هستید. ممکن است برخی از شما خسته شده باشید، زیرا من داستانهای شخصی زیادی را به اشتراک گذاشتم. از طرف دیگر ممکن است برخی از شما واقعا آن را دوست داشته باشید. من همیشه سعی میکنم کلاس های بهتری را برای شما آماده کنم، اما همیشه احساس میکنم کم است. من نمیتوانم همه را راضی کنم زیرا کامل نیستم. اما من معتقدم که هر زمان که کلاسی را آماده میکنم، خداوند کل مراحل را هدایت میکند. خدا را جلال میدهم که به من اجازه داد در حالی که به شما فکر میکنم این کلاس ها را آماده کنم. و با من اجازه داد تا شما را ملاقات کنم و از تک تک شما تشکر می کنم که با وجود ناکافی بودن کلاس ها با خوشحالی در آن شرکت کردید. من معتقدم شما اینجا هستید زیرا همه با هم این کلاس نقاشی مادر را شکل دادند. من این کار را به تنهایی انجام ندادم. معلم هیسون ریو در کره جنوبی در مورد آموزش هنر بسیار مشورت کرد. آنها درس ها را به انگلیسی ترجمه کردند. معلمانی از جمله پروین و زهرا درس‌ها را به زبان دری ترجمه و ضبط کردند و شوهرم فیلم‌های سخنرانی را ساخت و همچنین این به این دلیل است که خادمین این کلیسا و معلمان هنر به طور فعال کلاس را رهبری می‌کردند که شما توانستید تا انتها در کلاس شرکت کنید. اما بیشتر از همه به خاطر همه شما که فعالانه و با خوشحالی در کلاس شرکت کردید، توانستیم کلاس را شروع کنیم و به پایان برسانیم. در آخر من از شما می خواهم که کمی وقت داشته باشید تا صادقانه احساس خود را در مورد این کلاس و آنچه مفید و یا ناامید کننده بود به اشتراک بگذارید. من نمی خواهم پس از شنیدن پاسخهای شما نگران این باشید که من چی فکر می کنم. بنابراین تا حد امکان صادقانه صحبت کنید. چون این کلاس پایانی نیست، من باید با یادگیری ادامه دهم تا درسهای بهتری خلق کنم. درست است که برای من دشوار است که بدانم شما این کلاس را چطور گذراندید و چه احساسی نسبت به آن داشتید. زیرا محیط، فرهنگ و زبانی که من و شما در آن بزرگ شده متفاوت است. به همین دلیل است که نظرات صادقانه شما بسیار مورد نیاز است تا بتوانم از آن درس بگیرم. نمیتوانم توصیف کنم که چقدر لحظات ارزشمند و شادی را با شما گذراندم. از صمیم قلب دوستتان دارم و من دعا میکنم که آینده شما پر از رویاها و آرزوها باشد. از اینکه به دنیا آمدید و در حال حاضر اینجا هستید متشکرم. من شما را از ته قلبم با عشق عیسی دوست دارم. این پایان تمام درس‌های نقاشی مادر است. متشکرم.